علم النجوم ينقسم علم النجوم إلى قسمين. علم نجوم بر دو قسم و بر دو نوع هست. علم جائز و علم من الشرك. یک نوع اون جایز هست و نوع دیگر اون شرک شمرده میشه. نعم. اذا كنا ننظر النجوم و نستدل بها على الجهات الشمال الجنوب اوقات الزرع. اگر منظور از علم نجوم نگریستن در آسمان و اخترها باشه و شناختن اوقات و زمان زراعت و کشاورزی و موارد مرتبط با اون، هذا جائز. این امریست جائز. او نستدل ننظر في النجوم ونعرف الجهات ومنها نستدل على القبلة، هذا قد يكون واجبا. یا با نگریستن به ستارگان و اخترهای آسمان میخوایم جهت قبله رو پیدا بکنیم که این در مواردی در نوع خودش میتونه واجب باشه. نعم، هذا القسم الاول. این نوع اول از علم نجوم هست. القسم الثاني. اما قسم و نوع دوم از علم نجوم، تعلم علم النجوم وهذا من الشرك، فراگیری علم نجوم به گونه‌ای که از نوع شرک شمرده میشه. الاول شرک اکبر. نوع اول این بخشی از علم نجوم شرک اکبر هست. يعتقد ان النجوم لها تاثیر فيما يحدث في الارض. که شخص اعتقاد داره که ستارگان مؤثر هستند بر اتفاقاتی که در زمین روی میده. كان يقول اذا طلع هذا النجم هذا النجم ينزل المطر. مانند این اعتقاد که بگه با نمایان شدن این ستاره باران خواهد بارید. او يقول ان هذا النجم جعل الله سبحانه وتعالى سببا لنزول المطر او موت فلان من الناس، هذا شرك اصغر. یا از جهت دیگه بگه که این ستاره رو پروردگار متعال سبب نزول باران یا سبب مرگ فلان شخص قرار داده، که در این حالت شرک اصغر شمرده میشه با توجه به اینکه اون رو سبب میدونه. من خلق النجم. چه کسی ستاره رو آفریده؟ من وضع النجم في هذا المكان. چه کسی ستاره رو در این مکان و موقعیت قرار داده؟ الله سبحانه وتعالى. قطعا الله متعال. كيف نجعل هذا المخلوق الضعيف الذي لا يستطيع ان يختار مكان لنفسه هو المنزل المطر؟ چطور ممکنه که این مخلوق، این آفریده عاجز و ناتوان رو که الله متعال خلق کرده اون رو سبب نزول باران بدونیم؟ والله لا نعبد النجوم. بالله قسم که نباید ستارگان رو عبادت کنیم و ستارگان رو عبادت نمی کنیم. هذا الذي يريد يعبد النجم يريد ان يجدد ما كان عليه قوم ابراهيم عليهم الصلاه والسلام. کسی که بدین شکل به ستاره پرستی رو میاره در حقیقت به دنبال احیای دین و آیین قوم ابراهیم علیه السلام هست که ستاره پرست بودند. لا يمكن ان تعبد المخلوقات و نترك عبادة الخالق سبحانه وتعالى والله اعلم. درست نیست که عبادت الله متعال رو ترک بکنیم و به عبادت مخلوقات او همچون ستارگان روی بیاریم.